یازدهمین روز شهریور ماه برابر با 2 سپتامبر، سال 1283 خورشیدی برابر با 1859 میلادی، زادروز جورج سورا، نقاش بزرگ فرانسوی که از 17 سالگی به آموختن هنر نقاشی پرداخت و طی مدت کوتاهی در شمار نقاشان معروف عصر خود درآمد. سورا در 19 سالگی در مدرسه هنرهای زیبای پاریس نام نویسی کرد و در همین سال به مطالعات عمیق در رشته ادبیات و همچنین تحقیق علمی درباره رنگ و خط و نور پرداخت. پس از چندی سورا و جمع دیگری از نقاشان جوان که از روش نمایشگاه رسمی فرانسه ناراحت بودند و نظرات داوران آن را مردود می دانستند، گروه نقاشان مستقل را بنیاد نهادند. هرچند این گروه در ابتدای کار با استقبال مواجه نگردید، ولی به تدریج طبقه هنردوست جوان با آن پیوستند. در این زمان سبک‌های گوناگونی در نقاشی وجود داشت و کشاکش زیادی بر سر شیوه نقاشی و هنر بین مردم جاری بود. با این حال سورا مکتب و اصول جدیدی را بنا نهاد که تا جنگ جهانی اول ادامه یافت و در سیر نقاشی تأثیر شگرفی بر جای گذاشت. سورا مکتب خود را پوانتیلیسم یا نقطه پردازی نامید و آثار متعددی خلق کرد که یک شنبه تابستانی در تفریگاه بیشه و مدل‌های نقاشی از آن جمله‌اند. در حقیقت جورج سورا از بانیان و پیشوایان مکتب‌های نوین نقاشی از جمله پست امپرسیونیسم بوده است. سال 1240 خورشیدی برابر با 1865 میلادی، درگذشت ویلیام همیلتون، ریاضیدان بزرگ ایرلندی که در دوبلین به دنیا آمد و از کودکی نزد عمویش که از روحانیون کلیسا بود به فراگیری علوم دینی پرداخت و از 3 سالگی خواندن و نوشتن را آموخت و تا سن 14 سالگی به زبانهای لاتینی، یونانی، عبری، سانسکریت، عربی و فارسی تسلط یافت. ویلیام در 15 سالگی به دلیل آشنایی با یکی از ریاضیدانان آمریکایی مسیر زندگیش را به کلی تغییر داد و از آن پس به ریاضیات علاقه‌مند شد و در 21 سالگی رساله‌ای به آکادمی سلطنتی ایرلند فرستاد. وی در این رساله در صدد آن بود که هندسه نور را از نو بنیان نهد و روشی واحد برای حل کلیه مسائل مربوط به آن ابداع کند. این کار باعث شد تا علی‌رغم اینکه هنوز تحصیلات دانشگاهی را به پایان نبرده بود، در 23 سالگی به استادی کرسی نجوم کالج ایرلند برگزیده شود و به تدریس بپردازد. وی پس از چندی به کشف حساب کواترنیون نائل آمد. سال 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی، تسلیم نهایی کشور ژاپن در برابر متفقین و پایان یافتن کامل جنگ جهانی دوم. به دنبال حملات هوایی ژاپن به آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم، نیروهای آمریکایی نیز به شدت به ژاپن و متصرفاتش حمله برده و تلفات سنگینی به ژاپن وارد آوردند. پس از مرگ روزولت رئیس جمهور آمریکا، معاونش هری ترومن به ریاست جمهوری آمریکا دست یافت و او بود که اجازه استفاده از بمب هسته‌ای را در جنگ علیه ژاپن صادر کرد و در اثر انفجار عظیم این دو بمب بیش از 200,000 ژاپنی کشته و 10,000 نفر دیگر مصدوم شدند.